این مدت خبرهای خیلی زیادی درباره فصل دوم سوم سریال هاوس آف دراگون شنیده میشه که یه ویدیو قبلا براتون درست کرده بودم و در مورد اینکه قراره چه اتفاقاتی پیش بیاد و چه اجزایی ببینیم توی فصل جدید با هم دیگه صحبت کرده بودیم، ولی توی خبرهای جدید و حرکتهای جدیدی که HBO داره انجام میده اومده یه سری تغییرات خاصی هم برای فصل دوم سوم در نظر گرفته و اینم گفته که قرار این سریال و اتفاقاتی که برای رقص اجزا هستش توی فصل چهارم دیگه تموم بشه. و خب تو این ویدیو هم میریم سراغ بررسی این اتفاقات جدیدی که پیش اومده، کارهایی که میخواد HBO انجام بده و ببینیم که این کارا میتونه مثبت باشه یا نه. پس در مورد تمام نکته ها و اتفاقاتی که این مدت پیش اومده با هم دیگه صحبت میکنه. قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که لایک و سابسکرایب زنگوله رو فعالش بکنید، اینطوری میتونید محتوای جدید راحت‌تر دسترسی داشته باشی. و همونطور هم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ اتفاقات جدید. اولین نکته مهم و خبر بزرگی که همه جا پخش شد و مطمئنا شنیدینش اینه که تعداد قسمت‌های فصل دوم کم شده. یعنی فصل اول 10 تا قسمت بود، حالا فصل دوم میشه 8 تا قسمت. و اون دوتا قسمت رو برای چی اومدن ازش کم کردن؟ به خاطر اینکه اومدن فصل سوم رو تمدیدش کردن زودتر و برای اینکه فصل سوم بسازن اون دوتا قسمت رو حذف کردن. و اون دوتا قسمت دوتا نبرد، بهتر بگیم یه نبرد خیلی بزرگه که توی دوتا قسمت قرار بود بهمون نشونش بدن، ولی خب این نبرده میره برای فصل سوم. حالا ما در مورد فصل چهارم هم حرف زدیم، ولی خب هنوز فصل چهارم نیومدن تمدیدش بکنن و مطمئنا هر چی زودتر میان این کارو انجامش میدن. و این که اومدن این تغییرات بزرگو توی فصل دوم دادن و دو تا قسمت مهمشو حذف کردن، همش به خاطر اینه که چون فصل سوم دیگه در کاره و نمیخوان تاخیر بیفته بین دو تا فصلی که قراره پخش بشه و این اتفاقی که الان داره پیش میادش که دارید میبینید، این فاصله زمانی که سریال میخواد پخش بشه خیلی طولانی و مطمئنا خیلی هم از این قضیه ناراضی هم و میخوان این کار رو انجام بدن که فصل دومی که الان دارن جلو میبرن در کنارش بیان سکانس های فصل سوم هم فیلم برداری بکنن، اینطوری روند ساخت سریال سریعتر انجام میشه. تاریخ پخش فصل دوم میدونید که برمیگرده به تابستون سال 2024، یعنی قراره که تو این زمان باشه که فصل دوم به ما نشون میدن. این تغییراتی که داریم میبینیم به خاطر چیه؟ چون ما توی گیم آف ترونز هم یادتون باشه فصل ابتدایی همیشه سریال هر یک سال به یک سال پخش میشد و خب یه نظم خوبی هم داشت، ولی از فصل ششم و هفتم و هشتم به خاطر اینکه جلوه‌های بصری خیلی بیشتری شد، نبرده بزرگتر شد، اجزاهای بزرگتری داشتن، دیگه زمان زیادی بعد میذاشتن تا فصل جدید آماده بکننش. حالا اگه به سریال هاوس آف دراگون هم نگاه بکنیم متوجه شدید که همون شروع فصل اولش هم خیلی جلوه‌های بصری بزرگی داشت و نبردهای بزرگی آورد به ما نشون داد. به خاطر همین زمان ساختش طولانی شده بود و خب اینطوری بخواد تغییرات خاص داشته باشه که باعث بشه که ما بتونیم زودتر فصل جدید ببینیم، مطمئنا تغییر مثبتی به حساب میادش. درسته که تغییراتی که الان دارن انجام میدن تغییرات مثبتی به حساب میاد، ولی یه مشکل بزرگی اینجا هست و مقصر اصلی هم HBOه. چون قبل از اینکه بخواد فصل اول پخش بشه باید میمدن و خیلی زودتر اونو برای فصل دوم تمدید میکردن، چون بالاخره یه اسپینافی از گیم آف ترونز قرار بود پخش بشه و بدون شک کلی هم مخاطب و طرفدار دنبال خودش داره. و این دیر تمدید کردنه و دیر عمل کردن و نشستن به این که آیا این سریال میتونه مخاطب زیادی و جذب خودش بکنه باعث شد که مارتین و رایان نتونن سریعتر روی فیلمنامه کار بکنن که فصل بعدی آماده بکنن و طرح و برنامه‌ریزیش انجام بدن. و اینطوری شد که داریم میبینیم الان که اومدن دارن این کار رو انجام میدن، یه تغییرات بزرگی هم حالا توی ریتم داستانی داره پیش میادش، ولی خب چون میدونیم خود مارتین بالا سر کاره میدونیم که نتیجه خوبی عذاب در میاد و اونطوری نیستش که داستانش مثل سریال گیم آف ترونز اون اتفاقات انتهایی به هم بریزه. حالا در مورد این با هم دیگه صحبت کردیم که یه نبرد بزرگی قرار از دوتا قسمت پایانی فصل دوم حذف بشه و بره برای فصل سوم اونجا به ما نشونش بدن. حالا فصل دوم چی داره که بهمون نشون بده؟ خب توی فصل دوم بلادن چیز هستش و در کنارش حمله به هارنهال هم داریم که قرارم به ما اونا رو نشونشون بدن. حالا این دوتا یه مقدار با هم دیگه متفاوته، یکیشون خیلی کوچیک و داخلیه، یکیشون یه نبرد بزرگیه.
و اومدن یه مقدار اینو تقسیم بندی کردن تا بتونن اینو توی فصل دوم به اون نشون بدن. قرار بود که تمام این دوتا اتفاقی که دارم بهتون میگم ابتدای فصل پیش بیادش، ولی خب الان به خاطر این جابجایی که شد و تغییراتی که داره یه مقداری در طول کل داستان این موضوع پخش میشه. این دوتا موضوع شاید نظرتون کوچیک باشه، ولی خب باید بهتون بگم که تأثیر خیلی بزرگی روی ارتباطی که سبز و سیاه ها دارن میذاره و باعث میشه که این جنگ تنش خیلی زیادی پیدا بکنه. این ریتم تنش‌زا رو ما در طول فصل اول دیدیم، هرچی به انتها رسیدیم اینه که تنش بین دوتا گروه همون خیلی بالاتر رفت و خب این دوتا اتفاق هم باعث میشه که این تنش خیلی آتیشش هم زیادتر بشه و حسابی دیگه اونا رو درگیر جنگ میکنه و دیگه هیچ چیزی براشون مهم نیست. فصل دوم در کنار این اتفاقاتی که بهتون گفتم بدون شک میادش و روی دونه های اجدا یا بهتر بگیم همون هرمزاده ها هم مانو میده و اونا رو به ما نشون میده. حالا من اینجا حرفی نمیزنم ازشون که اسپویل بخواد بشه، ولی خب در کنارش وقتی که اونا وارد ماجرا میشن اجداهای بدون سوار و از طرف دیگه هم اجدای وحشی هم وارد ماجرا میشه. این نبرد بزرگی هم که اومدن حذف کردن احتمالاً همون نبرد بزرگی که رنیرا از طرف دیگه اون دونه های اجدایی که حالا جمع میشن و میرن و این جنگ به Battle of the Gallet هم معروفه و احتمال داره که همون مسیر بخوام به اون نشون بدم، اون جنگی حالا بین دریف مارک و از طرف دیگه خلیج بلک واتر پیش میادش و خب یه جنگ خیلی بزرگ و عظیمی هم هست. این جنگ رو توی تاریخ وستروس به عنوان خونین ترین جنگی که تا حالا پیش اومده ازش یاد میکنن و یه طورای شبیه به اون جنگی که توی گیم آف ترانز بود که توی بلک واتر هم اتفاق افتاد، جنگ استوریت ها، و یه چیزی شبیه به اون جنگه ولی خب 10 برابر بزرگتر و اتفاقاتی که داره میفته همه خیلی عجیب غریبتر از اون چیزیه که ما اونجا دیدیم. حالا این امکان وجود داره که فصل دوم و اون ریتمش رو روی بیشتر حالا سوارا و از طرف دیگه هم اجدهاهای بدون سوار و وحشی و اینا بمونشون بدن و جلو ببرنش، انتهای فصل که میرسیم قرار اون نبرد بزرگ شروع بشه تمومش بکنن و بیان برای شروع فصل سوم نبرد رو از اونجا شروع بکنن و بمونشون بدن. حالا فکر نکنید با این اوصاف و این حرفایی که داریم میزنیم فصل دوم قرار نیست که جنگ بزرگی داشته باشه. چرا، فصل دوم جنگ بزرگی خودشو داره، ولی خب به بزرگی اون جنگی که قراره ابتدای فصل سوم ببینیم نمیشه. حالا چرا داره این کارو انجام میده HBO؟ به خاطر اینکه میدونیم برای هر قسمت داره نزدیک 20 میلیون دلار هزینه میکنه. در کنار هزینه‌ای که داره میکنه زمان زیادی هم لازم داره تا بتونه اون جنگ بزرگو بسازه. پس اینطوری میتونه هم توی هزینه‌های صرفه‌جویی بکنه، هم از طرف دیگه هم یه زمان بزرگی رو بذاره برای ابتدای فصل سوم. پس ما تا وقتی که داریم فصل دوم نگاه میکنیم اون میتونه فصل سوم کاملا آماده بکنه که خیلی به فاصله کمتری سریال پخش بشه و بتونیم توی فاصله تقریبا 1 ساله فصل جدیدش رو نگاه بکنیم. از طرف دیگه چون تجربه از گذشته و گیم آف ترونز داره اینطوری وقت بهتری هم داره روی این جنگه بیشتر کار بکنه و طرح‌های بهتری روش پیاده بکنه که وقتی میبینیم حسابی از دیدنش لذت ببریم و خیره بشیم به تصاویر بزرگی قراره بهمون نشون بدن. حالا فصل چهارم چه اتفاقی میفته؟ احتمالاً توی فصل چهارم اون چند تا قسمت پایانیش میان عواقب این جنگ بزرگ و این رقص اجدها رو به ما نشون میدن. این ریتم رقص اجدها کلاً 3 سال بیشتر طول نکشه، یعنی این جنگای طولانی نیستش که فکر کنید خیلی عجیب غریب بوده، ولی خب تلفات خیلی زیادی اومدش داد و اینجا مطمئناً همه این تلفات رو به ما نشون میدن. نکته بعدی که مهمه برمیگرده به فصل پنجم. حالا فصل پنجم قراره چه اتفاقی بیفته؟ تو فصل پنجم دیگه داستان رقص اژدها رو ما نداریم، ولی خب این سریال اسمش هاوس آف دراگونه و در مورد خاندان اژداس کلن. از اینجاست که میادش میره توی جدولای زمانی مختلف و داستانای مختلفی از این کتاب رو به ما نشون میده و قراره که اون داستانایی که مفید و قشنگ توی کتاب آتش و خون رو بیان و اینجا برامون بسازنش، ولی خب با تیم بازیگری جدید و تیم سازنده جدید، ولی خب رأس همشون همون مارتینه که وایساده تا یه نظرات کاملی روی ریتم ماجرا داشته باشه. این پرشای زمانی احتمالا میره سراغ اگان فاتح، از اون طرف میره شورش بلک فایر رو نشون میده، شاید شورش رابرت رو نشون بده و این ریتمیه که اینجا داره اتفاق میفته و اتفاقات بزرگی که ما توی تاریخ خاندان اژدها داریم و احتمالا میاد به اون نشون میده. حالا اول اگه برن سراغ گان فاتح خیلی بهتر، به خاطر اینکه گذشته رو نشون میده، اتفاقات اولیه رو، از طرف دیگه میتونه روی اون پیشگویی که به خنجره
بیشتر مانور بده و در موردش صحبت بکنه و یه طوری اتصالش بده به سریال جان اسنو که قرار پخش بشه، اتفاقاتی که میتونه اونجا پیش بیاد و اون پیشگویی که در مورد نایت کینگ وجود داره. و در مورد شورش بلک فایر هم باید بهتون بگم که یه چیزی تو مایه همین رقص اجدایی که اینجا دیدیم. حالا اینجا اجدا بازی و نمیدونم این درگیری اینطوری وجود داره، ولی بازم یه جنگ داخلی رو میادش به ما نشون میده و در مورد اینه که یه هرونزاده یه به قدرت قرار برسه و خب بقیه نمیخوان بذارن که اون پادشاه بشه و قدرت رو دستش بگیره و اینطوریه که ریتمش یه مقداری شبیه به همون اتفاقات رقص اجداست. پس این امکان وجود داره که اول بیانگان رو بهمون نشون بدن، بعدم برم سراغ این اتفاقات بعدی که حالا تو این تاریخ پیش اومده. و احتمال خیلی زیاده هم ممکنه این سریال حتی تا 10 فصل هم ادامه پیدا کنه و باید ببینیم که این روندی که میخوان جلو ببرن چطوری و قراره که چقدر از داستانهای مختلفی که توی کتاب آتش و خون پیش اومده رو بهمون نشون بدن. حالا با این چیزایی که بهتون گفتم دارید متوجه میشید تغییراتی که دارن انجام میدن مثبت، به خاطر اینکه باعث میشه هم تأخیر بین فصلا کمتر بشه، از طرف دیگه بتونیم کار با کیفیت تری رو ببینیم و انقدرم صبر نکنیم که پیر بشیم بالاخره این سریال بخواد تموم بشه. پس اینطوری داره HBO حرکت مثبتی انجام میده. فقط امیدوارم که برای فصل بعدی زودتر تمدید بکنه که بتونن حتی زریتر از این چیزی که ما داریم اینجا میبینیم شروع کنن به ساخت فصلهای بعدی و بتونیم اینطوری خیلی سریعتر اتفاقات بعد و اسپین‌آف‌های بعدی رو حتی ببینیم. تو این فاصله خالی بیان اسپین‌آف‌های دیگه ای بهمون نشون بدن که این فضای خالی پر بشه کلن و همیشه یه داستانی از این مجموعه بزرگی گیم آف ترونز بیرون بیادش که بتونیم اونو تماشا کنیمش. در مجموع امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی. حتما یاد باشه که لایک و ساب و زنگوله رو فعالش بکنی، اینطوری میتونیم محتوای جدیدی که بسازم راحت‌تر دسترسی داشته باشی. بیای توی کانال ویدیو جدید تماشا بکنی، حتما نظر تئوریت هم داخل کامنت برام بنویس. و خب چون فیلم برداری دارن انجام میدن ممکنه که تیزرهای جدیدی بیرون بیاد، حرفای جدیدی بشه و مطمئنا ویدیو جدیدم براتون آماده میکنم و ویدیو بررسی فیلم اینترستلار هم براتون میذارم اینجا که میتونی کلیک بکنی و بری این ویدیو رو هم تماشا بکنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.